شاید اولش که میخواستید ویدیو رو باز کنید با خودتون گفتید که یه موضوع تکراری قراره مطرح بشه، ولی اینطور نیست. امروز قراره که وارد جزئیات بشیم و چند تا توصیه هم برای شما دارم. پس اگر دوست داشتید لطفاً تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. جذب دختر رو توی این ویدیو به دو تا دسته تقسیم کردم. یکیش که دختر اولیش دخترایی که نه شما اونا رو میشناسید نه اونا شما رو. دسته دومم دخترایی که شما اونها رو میشناسید ولی از شما یه دوستی ساده میخوان. خب با مورد اول شروع میکنیم. 1. ظاهر مناسبی داشته باشید. پوشیدن لباس مناسب و استفاده از یه عطر خوب برای تحت تأثیر قرار دادن یه نفر در نگاه اول کافی نیست. بلکه نظافت شخصی و استفاده از سبک لباس معقولانه به طرف مقابلتون نشون میده که شما فرد بالغی هستید و میتونید کارهای مهم روزانه‌تون رو خودتون انجام بدید. اگر میخواید که دختر مورد نظرتون رو تحت تأثیر قرار بدید، دقت کنید که به چه سبکی لباس پوشیده. میتونید کمی از جزئیات لباستون رو متناسب با سبک لباس پوشیدن طرف مقابلتون در بیارید. با این کار راحت‌تر میتونید باهاش ارتباط برقرار کنید و از دید او جذاب‌تر باشید. چند تا توصیه. حداقل یه بار در روز دوش بگیرید و موها و تمام بدنتون رو با شامپو و صابون بشورید. بهتره که از مواد شوینده‌ای که بوی ملایمی دارن استفاده کنید. عطر مواد شوینده‌تون نه خیلی زنانه باشه و نه خیلی مردانه. مثلا عطرهایی مثل نعنا یا لیمو هم میتونه گزینه‌های خوبی باشه. روزی دوبار مسواک بزنید و نخ دندون بکشید و از دهانشویه حتما استفاده کنید. در وسط روز هم میتونید برای خوشبو کردن دهنتون از آدامس نعنایی استفاده کنید. موهای صورتتون رو اصلاح و مرتب کنید. اگر میخواید که ریشتون رو بلند نگه دارید، بهتره که همیشه اون رو مرتب و صاف نگه دارید. یادتون نره که موهای بینیتون رو هم اصلاح کنید. اگه زیاد عرق میکنید میتونید بعد از دوش گرفتن از دئودورانت ضد عرق با عطر ملایمی که برای پوست مضر نیست استفاده کنید. پوشیدن لباس تمیزم یادتون نره. اگه سرتون شلوغه یه برنامه تنظیم کنید تا مثلا هر هفته لباساتون رو بشورید و لکه های روی اون رو پاک کنید. 2. مؤدب باشید. بعد از وضعیت ظاهری نحوه رفتارتونه که شخصیتتون رو نشون میده. بیشتر دخترها پسرای خوش اخلاق و مؤدب رو به پسران بد اخلاق ترجیح میدن. بهش نشون بدید که با همه خوش رفتار هستید، نه فقط با طرف مقابلتون. اگر فقط با او خوب باشید و با دیگران به تندی رفتار کنید، بعد از مدتی توجه اون رو از دست میدید. برای این کار میتونید بیشتر از عبارات لطفاً، متشکرم، خوش اومدید، ممنون میشم، خواهش میکنم و غیره استفاده کنید. اگر کسی پشت سر شما وارد مکانی شد، در رو براش باز نگه دارید. از گفتن فحش و ناسزا توی هر مکانی خودداری کنید. راحت بودن در میان دوستان و آشنایان خوبه، اما این به معنی این نیست که برای ایجاد صمیمیت از بدترین الفاظ استفاده کنید. البته خب توی جمع افرادی که شناخت کمی نسبت به اونها دارید. شماره 3. قبل از صحبت کردن فکر کنید. همه ما گاهی اوقات چیزای احمقانه‌ای رو به زبون میاریم، اما باید تلاش کنید که قبل از حرف زدن کمی در مورد اونا فکر کنید. اگر در کنار دختر مورد علاقتون هستید، تمام تلاشتون رو بکنید که از گفتن چیزهای احمقانه خودداری کنید. حتی اگر فکر کردن به حرفی که میخواید بزنید چند ثانیه طول بکشه، ارزش جلب نظرش رو داره. زمانی که با طرف مقابلتون هستید، با دخترای دیگه صحبت نکنید. ممکنه که فکر کنید که برانگیختن حسادت او راهکار خوبیه، اما کاملا در اشتباهید. نگاه کردن به دختران دیگر باعث میشه که فکر کنه شما فرد سطحی و ناخوشایندی هستید و رابطه با شما رو به صلاح خودش نمیبینه. باید کاری کنید که نشون بدید اون تنها دختریه که علاقه و توجه شما رو جلب میکنه. از قلدری کردن برای دیگران خودداری کنید. توهین به دیگران و مسخره کردن اونها در مقابل دختر مورد علاقتون آخرین تیر خلاص برای شماست. شاید بخواید با این کار حس شوخ طبعی و یا قدرتتون رو نشون بدید، اما تنها چیزی که برداشت میکنه خامی و نابالغ بودن شماست. از شوخی های جنسی خودداری کنید. تنها در زمان و مکانی میتونید با شوخی های جنسی راحت باشید که در کنار دوستان پسرتون هستید. زمانی که در کنار دختر مورد علاقتون هستید، حتی فکر کردن به این شوخی ها رو از کلتون بندازید بیرون. 4. صمیمانه از طرف مقابلتون تعریف کنید. زمانی که در کنارش هستید، یه تعریف واقعی و صمیمانه ممکنه که سخت به نظر برسه.
برای این تعریف صمیمانه میتونید از این راه‌ها استفاده کنید. به ویژگی‌های مثبتش فکر کنید. این ویژگی‌ها میتونه لبخند، هوش او و غیره باشه. هر چیزی که به نظرتون زیبا و جذاب رو بیان کنید. اما یادتون باشه نباید از ویژگی‌های جنسیش تعریف کنید. ممکنه زیبایی‌های ظاهری بیشتری داشته باشه، اما زمان تعریف این ویژگی‌ها الان نیست. مخصوصا وقتی که طرف مقابلتون رو تازه دیدید و نمی‌شناسیدش. لازم نیست در تنهایی کامل یا در جمع دوستانتون ازش تعریف کنید. میتونید در یک مکان عمومی زمانی که کسی به حرفای شما گوش نمیده ازش تعریف کنید. یا اون کلمات رو در یک پیام کوتاه بنویسید و براش ارسال کنید. لازم نیست مثل شعر عاشقانه 3 یا 4 دقیقه طول بکشه. توی یه خط هر چی که میخواید رو بهش بگید. به نحوه بیان تعریفتون توجه کنید. به جای گفتن لباست زیباست یا من لباس شما رو دوست دارم، بگید که توی این لباس خیلی عالی به نظر میرسی. هدف شما تعریف از اوست، نه تعریف از لباس. در انگام صحبت کردن لبخند بزنید و تماس چشمی فراموش نشه. شماره 5. کاری کنید که احساس خاص بودن بکنه. راههایی رو پیدا کنید تا بهش نشون بدید که برای شما فرد خاصیه. نباید در این کار افراط کنید و حتما باید توجه داشته باشید که او متوجه این رفتار شما میشه و برداشت اشتباهی نمی کنه. برای به دست آوردن توجهش سعی نکنید که به بازی بگیریدش. اگر او برای شما متنی فرستاد، به محض دیدن متن رو جواب بدید. اگر خواست با شما صحبت کنه، وقتتون رو برای صحبت کردن باهاش تنظیم کنید. اگر نیاز به مشورت توی وضعیت دشوار داشت، باهاش صحبت کنید. همه این کارها نشون میده که شما بهش اهمیت میدید و اون فرد مهمیه برای شما. اولین اشتباه در هنگام صحبت کردن با یه دختر اینه که فقط به خودتون فکر کنید و درباره خودتون صحبت کنید. دختران در زمانی که در مورد علایقش سوال میپرسید، راحت تر صحبت میکنن. برای شروع میتونید در مورد سرگرمی ها، کتاب های مورد علاقه، موسیقی و غیره سوال بپرسید. و اگر او از شما سوالی پرسید، در چند جمله کوتاه بهش پاسخ بدید و سپس سوال دیگری رو ازش بپرسید. با این کار اون رو درگیر مکالمه میکنید. با یه شوخی خودمونی شروع کنید. اگر بینتون اتفاق جالب و بامزه‌ای رخ داده، میتونید با مطرح کردنش به طرف مقابل نشون بدید که اون رو فراموش نکردید و احساس صمیمیت رو بین خودتون ایجاد میکنید. اما یادتون باشه که با شوخی بیش از حدتون اون رو ناراحت یا خسته نکنید. فقط توی بعضی مواقع از شوخی استفاده کنید و در ادامه از چیزهای دیگر صحبت کنید. یعنی هی گیر ندید به یه موضوع. خیلی ممنون که با من تا اینجای ویدیو همراه بودید. تا ویدیوهای بعدی بدرود. لطفاً نظرتون رو برای ما کامنت کنید، ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و اگر ویدیو رو دوست داشتین برای حمایت از تیم آلبالو ویدیو رو لایک کنید و در آخر فراموش نکنید که چنل آلبال رو سابسکرایب کرده و روی زنگوله کلیک کنید تا از ویدیوهای جدید ما باخبر بشید. تا ویدیوهای دیگر بدرود. برای تماشای مطالب جدید لطفاً بر روی یکی از ویدیوهای روبرو کلیک کنید. برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما رو فالو کنید.